سلام سلام رامبد جوان هستم در شبکه عظیم اینجا خنده بانه حالتون چطوره؟ عالی. حال من؟ عالی. حال خاندونی های تو خونه؟ عالی. بفرمایین. وای تلفن. شک ندارم هوشنگه. جواب بدین، بس کنین. هوشنگ. رامو جوان. جونم. شکرین داداش. قربونت، مرسی. حالت چطوره طلا؟ خوبم. یه پیشنهاد برات داشتم. جون بگو. چاقی نباش. کار کن رو خودت دیگه داداش. تو ببینم تو لاغری چاقی چجوری؟ هرچی هستیم خردادی هم نشدیم. خردادی هم نیستی؟ نه. ای بابا. شانس نیاوردیم. برنامه‌ریزی ها درست از کار در نیومده. میفهمم. لب به لبشیم. اردیبهشتی؟ یه پامون تو اردیبهشت، 31 فروردین. نه بابا، تبریک بهت میگم. قربونت دارم طلا. به هر حال بهاری هستی. چاکری. قربونت. امروز همه طلایی‌ها اومدن، نه؟ یعنی؟ طرفدارات دیگه، طلایی‌ها. کیا منظورته؟ طلایی‌ها طرفدار شما این نیستن. یعنی مثلا طلایی‌ها طرفدار رامو جوان غیر طلایی‌ها. باش بشه یه روز هوشنگی‌ها بیان. هوشنگی‌ها باید چه جوری باشن؟ یه روز هم فشنگی‌ها بیان. فشنگی‌ها با هوشنگی‌ها حال نمی‌کنن. آها. اصلا بلایی‌ها با طلایی‌ها حال نمی‌کنن. خیلی خوب. راما جمال داداش کارم گیرت زنگ زدم. جونم بگو. شرمنده یه چند روز نبودم. گوشیمو دزدیده بودن. تو خیابون ازم زده بودن. آخ. آره این موتوری پوتری ها دیگه. نمی‌دونم می‌خوان باهاش چیکار کنم. چی شد؟ چند روز نبودم. گوشیمو زدم. آسیب که ندیدی که؟ خدای نکنه. ناغافل رو گوشم بود. از پشت کشید رفت. خیلی عالم گرفته شو. میفهمم سخته. اصلا آره. واسه گوشیه نبودا. بهش گفتم. گفتم آقا نرو جون مادر. من با این گوشی با طلا حرف زدم. صدای طلا هست این گوشی رد شده. اب نداره. فدای سرت. همین که سالمی چیزیت نشده خب فدای سرت. قربونه دارم. داداش چی کار واسه ما میکنی؟ بله بله. من جلو رفیقام کد اومدم تو حیات. قپی بستم. خب قپی اومدم. گفتم آقا من با رامو جهان خیلی رفیقم. خب باور کردن مگه؟ ها. من قطع کنم به شاه حسینی بگو بگیر بزنم رو اسپیکر، یعنی حواسم نیست گوشی اونجا باشه شماره شما بیفته. آها خیلی خب. دمت گرم. من قطع کردم. باش شاه حسینی. آقای شاه حسینی. جناب شاه حسینی، میشه لطف کنی به هوشنگو بگیری؟ اصلا ما شماره شو داریم؟ تو داری. حواسم نبود بپرسم تلفن شو داریم اصلا. بگیریم وصل کنیم. جواب نداد. یه بار دیگه بگید. این شیطنتشه. یه بار دیگه بگید. بله. الو. جانم. الو. بله بفرمایید. ببخشید هوشنگ؟ بفرمایید من رفیقشم. منم رفیقشم. شما؟ من رامبد جوان. رامبد جوان؟ بله بله. بچه هم میگن رامبد جوان. آقا رامبده. ایوان. میگفت ما گفتیم خوبی میاد. رامبد جوان؟ کیه؟ هوشنگ رامبد جوان؟ ای بابا این چه گیریه. بگو نیستش بابا بگو کار داره. این زنگ میزنه. قطع کن بابا قطع کن. بگو نیستش دستش بنده خودش زنگ میزنه. این چی کار داره؟ ولکن ما نیست. هوشنگ. آقا جوان کاری چیز داری بگو بهش بگم. هیچی سلام بهش برسونی.
سلام برسون، میخواستم حالش رو بپرسم. میگم بهت زنگ بزن آقا جواد. شنیدم گوشیشو دزدیدن و اینا. آره نگران شدم گفتم زنگ بزنم ببینم حالش چطوره. خوبه که حالش؟ آره خوبه. میگفت آقا با شما رفیق ما باورمون نمیشد. چرا؟ آره نه دوستی. ایوال بابا بچه یه عکس بگین. آرام بود میبرمتون پیشش. حالا زایه نکنین دیگه، این گیره تا شب ولکن نیست، همینجوری میخواد زنگ بزنه. قد کن چقدر بی جنبه است. باشه فقط بگین لطفا با من تماس بگیره. چشم خدافز. دلم میسوخت، من جز به بالا نمی بودم. اوه چند تا چیز باید بگم به تو. اوه مهمونا باید بیان. رمزی که مهمونا بیان. ببین یه اپلیکیشن رو بهتون گفته بودم به اسم چی؟ ما ایرانسل. نه ایرانسل من. کیا ایرانسل دارم؟ کیا اپلیکیشن ما ایرانسل دارم؟ بابا برین دانلود کنین وردارین دیگه. اه چقدر دادم باید بگم؟ مردم اینقدر گفتم اصلا ادامه نمیدم دیگه برنامه. والا چقدر بگم؟ ببین اینا چیزای به درد بخوره، از اینا میتونین استفاده های خوب بکنین. ببین ما ایرانسل میزنی، ما ایرانسل رو براتون دانلود کنین. برین توی وبسایت ایرانسل، یعنی بزنین ایرانسل.ir، برین اون تو ما ایرانسل رو برای خودتون دانلود کنین. خیلی چیز به درد بخوری. ببین اول یکی از کارهایی که میتونین بکنین اینه که موجودی حسابتون رو میتونین چک کنین. یعنی ببینین که چقدر اینترنت دارین، براتون چقدر اینترنت مونده، چقدر مکالمه میتونین بکنین یا چقدر پیامک میتونین بفرستین. تمام اینا وجود دارن. خب بعد میتونین برین شارژ مجدد، بعد مثلا خرید بسته افزایشی، طرح‌های تشویقی، تعویض سیم کارتی که به 4G انجام میدین. کیا 4G داره؟ کیا 3G داره؟ الان کسایی که 4G دارن کیا بودن؟
واقعا چقدر فرقشه؟ خیلی 10 برابر سرعت 3G. و اینم بدونید هیچ هزینه اضافه تری پرداخت نمی کنید. هیچ هزینه اضافه تری پرداخت نمی کنید از 3G به 4G، ولی سرعت 10 برابر میشه. یه چیز جدیدی که این تو اضافه شده توی ما ایران سل که خیلی باحاله، ارتباط با ماست. ارتباط با ما. ببین ارجاع پیگیری درخواست. اگر یه جایی مشکلی داریم، نگاه کن اینو بزن. ببین مثلا خلاصه درخواستتون می‌نویسید، مثلا میگین که مشکل ببین خرید شارژ که از خود پرداز یا مثلا با کارت خوان. اصولا هم نکنید این کارو. از خود پرداز و کارت شارژ اینا استفاده نکنین. اینا همش کاغذه. کاغذ یعنی درخت. درخت یعنی طبیعت. طبیعت یعنی جهان. جهان یعنی زندگی. نکنید. به راحتی برین از این امکانات اینجوری استفاده کنید. دیجیتالی خرید کنید. ببین بعد مثلا سیم کارت هدیه فلا 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 یه سری اینا. مشکلات تماس و و و و و. مشکل دارین میزنین این تو، میرین خلاصه مشکلتون رو اونجا مینویسین، سند ارسال میکنین، براتون جواب میاد، بررسی میشه، جواب بهتون میدن. اگر از این طریق به نتیجه نرسیدین، ببین توی ارتباط با ما مراجعه حضوری، برای اینکه وقتتون گرفته نشه. دفاتر ایرانسل در تمام ایران وجود داره دیگه، تو تمام شهرها. شما میرین اون تو، وقت تعیین میکنین، رزرو میکنین وقتتون رو، که وقتی وارد دفتر ایرانسل میشین دیگه منتظرتونن. اینجوری باغوش باز. واقعا آفرین ایرانسل. میخوام دعوت بکنم از 4 مهمان بسیار محترم و بسیار قوی و فعال و ورزشکار و بازیگر و دوست که تشریف بیارن و با هم دیگه آشنا بشیم بیشتر و بعد با هم مسابقه بدن. ابتدا دعوت میکنم از یک بازیگر بسیار خوب و یک کمدین بسیار خوب، سرکار خانم سوسن پرور. چطوره خانم؟ میتونم بشینم؟ بله دیگه. امتحان کنیم ببینیم میتونی؟ آره شد. شد. آره. سلام عرض میکنم. بنده هم سلام. خدمت شما و همه. سلام. احوالتون چطوره؟ عالی. خوشحالم، خوشحالم. خیلی خوشحالیم اینجا تشریف داریم. خانم های والیبالیست رو کیا میشناسن؟ من یه چند دقیقه میشناسم. خیلی خوب، الان باشین آشنا میشین. میخوام دعوت بکنم از یک خانم والیبالیستی قهرمان که تشریف بیارن تو، سرکار خانم مونا خواجه کلایی. سلام. خانم حالتون چطوره؟ خوب، مرسی. شما چطورین؟ متشکرم. حال احوال کنین؟ سلام. سلام. خوبین؟ عالی. عالی. شما چطورین؟ عالی. خدا رو شکر. خب بفرمایید که چه خبر از والیبال و تیم و اصولا موفقیت ها؟ والیبال که ما در حال حاضر تمرینای ملی رو پشت سر می‌ذاریم و از امروز اردوی ملیمون شروع شده و ما به ما اجازه دادن که بیایم اینجا در خدمت شما باشیم. لطف کردین و خدمت از ماست و خیلی خوشحالیم که شما اینجا این. مرسی، منم خیلی خوشحالم. چی کار میکنین شما تو زمین؟ من دریافت کننده قدرتی هم. چیه قدرتی؟ دریافت کننده قدرتی. دریافت کننده قدرتی. بله. اوه 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 اینا که آره. من یه بار این کار کردم، آرنجام شکل گرفت. من قبلا آرنج نداشتم. من اینجوری که رفتم زدم اینا کار کرد، تازه شکست و همه چی درست. و خیلی سخته، خیلی سخته.
کیا این تجربه رو کردن؟ قدرتی دریافت کردن؟ فقط دریافت کردین یا پس ارسالم کردی؟ فقط دریافت کردین. خیلی سخته. آره واقعا سخته. خیلی خوشحالیم که اینجایی. متشکرم. و اصولا تیم والیبال ما وضعش چطوره خانوما؟ ما بالاترین افتخارمون اینه که از 13 تا تیمی که شرکت داشتن تو مسابقات تونستیم مقام هفتم تو آسیا کسب کنیم. خب خیلی تبریک میگم، تشویقتونم میکنم. ممنونم که تشریف آوردین. متشکرم. میخوام از یک شرکت کننده و خانم و دوست دیگه ای دعوت بکنم که تشریف بیارن. دعوت میکنم از سرکار خانم آزاده مؤیدی فرد. سلام. سلام. خوبی؟ عالی. خدا رو شکر. شما چطوری؟ من عالی، مرسی. خیلی ممنون. متشکر. چه خبر؟ خدا رو شکر سلامتی. درگیر یه کار با مزه‌ای هستم. آخه شما هنوز منو معرفی نکردید. نه پس صبر کنید. خودتون. شما؟ خودتون. من باشه. آره. چش. گوش کن. چشا رو ببندید. همه چشا رو ببندم. چشا بسته. واقعا چشا رو ببندیم. بعد باز می‌کنیم می‌بینیم. فرار که نمی‌کنه ایشون که. منم نمی‌خوام سرتون کلا بذارم. چشا بسته لطفاً. بفهم. نه مامانم صدای عالمه بچه خوشمزه رو گود داده که من باهاشون صدا عروسک میشم بچه‌ها رو خوشحال می‌کنم. بیا می‌دونستن؟ نه قبلش که ایشون صدا رو اجرا کنه. تو میدونستی آتیش باره؟ تو هم میدونستی؟ تو قیافه خانم مؤیدی فرد رو میدونستی یا اسمشون رو میدونستی؟ نه صداره که بله. خب دیگه کی این ور؟ شما میدونستین قبل آفرین. خب تعدادتون کم بود. بله تعدادشون کمه قطعا. آره خب بفرمایید که دارین چی کار میکنین؟ در حال حاضر یه کار با مزه‌ای دارم میکنم برای شبکه کودک که در یعنی الان پیش تولیده. خیلی هم شبکه یعنی کلن متمرکز رو کار کودک. یه کاری خیلی با مزه‌ای دارم میکنم به خاطر اینکه خیلی گشتم تو این 17 سالی که برای بچه‌ها کار کرده بودم به این صلحه برسم که چه شکلی میتونم برای بچه‌ها و به طور ویژه برای خردسال یه کاری بکنم که اون تأثیر رو بذارم روشون که بتونن توی ادبیات یک اتفاق درستی رو رقم بزنن از بچگی. یه شخصیتی به نام پیم و یه دونه خواهر کوچولو داره به نام پم که تو شکمشه از سرزمین کلمات اومدن، از یه دونه کتاب، از توی یه دونه کتاب میان بیرون و هر بار با صدای راوی قصه ای رو تعریف میکنن به همراه این دوتا عروسک که سه تا کلمه رو به بچه ها یاد میده که اون سه تا کلمه هر کدومش با یک حرف شروع شده. آها. مثلا سیب و سنبل و سنجاب مثلا. آره. یا مثلا موش و ماهی و ماسه. بعد قصه اینطوری تعریف میشه و توش با فلش کارت ما روی کلمات با بچه‌ها تمرین می‌کنیم. شما دارین چیکار می‌کنین تو صدای کیو میگین؟ من هم طراح و کارگردانم هم صدا پیشه پیم و پم. بله. پیم و پم صداشون چجوریه؟ پیم که صداش اینجوریه، از اینجوریه. از اینایی که اینجوری میگه ای بابا بدبختی من اینا اینطوریه. پم هم خیلی چون کوچولوئه و پستونکیه. بخیر گنگون گوش بده. خوش بگه اینطوریه، همیشه اینجوریه. آره خیلی خوشمزه است، خوشحالم. یعنی بعد از مدت ها احساس میکنم دارم یه کاری میکنم که میتونم بگم که دینمو دارم به بچه های من بکسیدم. خدا رو شکر. خیلی بهتون تبریک میگم. خوشحالم که کار دست خودتون هم هست و داریم باش کیف میکنین و هرس نمیخورین از دست کارگردان هایی که ممکنه خدایی نکرده. تشکر کنیم خانم آزاده مؤیدی فرد. خیلی ممنونم که اینجایی. ممنون میکنم قربان، من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب دعوت میکنم از یک والیبالیست دیگه، سرکار خانم فرنوش شیخی.
سلام. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. شما چطورین؟ الهی شکر خوبی. و بفرمایید که حالتون چطوره؟ چه خبر؟ چه کار میکنین؟ برامون تعریف کنین. تو اردو تیم ملی هستیم، آماده میشیم برای ABC کاپ که فقط 8 تیم برتر آسیا جواز شرکت توی این مسابقات رو دارن. خدا رو شکر تیم ایران از 16 تا تیم موجود تیم هفتمه. بله. درنچه توی ABC کاپ میتونه شرکت کنه. بله. میخواین هر کدومتون یک جمله خیلی ویژه، حالا دیگه چیزای دیگه‌اش نمیگم که چقدر عاشقانه یا چقدر احساسی، یک جمله ویژه به کسی که دوست دارین مثل مادر خانواده، هر کی مستقیم بهشون بگین. اول کدوم؟ اول کی؟ بزرگتر. من 40 سالمه و تقریبا از سال 71 مادرم برای من هم پدر بوده هم مادر. از کانال این دوربین صادقانه ترین حسم رو میخوام مامان به شما بگم و باورم کن که میدونم امروزی که اینجا ایستادم ثمره یک عمر خون دل خوردن توه. دستت رو میبوسم و باور کن دوستت دارم جز کلماتیه که من دلم میخواد توی هر تماس تلفنی که با تو دارم 100 بار بهت بگم، ولی باز اون جبران اون دوست داشتنی که تو نسبت به من داشتی نمیشه. به این دلیل که فقط من این کلمه رو بلدم بگم، ولی تو بلدی در عمل و در کلمه دوتاش با هم این حس رو به من ثابت کنی. خدا حقتو به گردن من حلال کنه. دستتو میبوسم و ممنونتم. مردم از بابا، از میزان احساساتی شدن مردم. چه کردیم؟ نه؟ خدا همتون حفظ کنه. زنده باش. خانم چی بود اسمشون؟ زهرا آقانوری. خانم آقانوری تشریف کنی. خب نفر بعد کی به کی میخواد به چی بگه؟ شمایی؟ با اجازتون بفرمایین. با احتساب به اینکه خیلی مامان بابا رو دوست دارم و حتما هم اونا خندوانه رو میبینم، ولی من یه بچه خواهر دارم اسمش یاسمنه که ایران زندگی نمی کنه و از اون بر خندوانه رو دنبال میکنه. نه بابا. و اینقدر خوشحال شد اون دفعه که من اومده بودم پیش شما و اینقدر فصل براش اول. بله فصل اول. به خاطر همین با اجازتون به یاسمن بفرمایین. یاسمنه خاله قربون شکلت برم، میدونم که دلت خیلی برام تنگ شده، منم همینطور، ولی میخوام بهت بگم که من اینجام که تو خوشحال باشی از اینی که خاله یه بار دیگه اومده پیش آقای جوان و برنامه خندوانه. قول بده به من که قدر خودت رو بدونی، قدر روزای نیومدت رو بدونی و قول بده که اونجای وایسی که همیشه دلت میخواسته، عاشقتم. باید این وری بگیم. آره اون دور بگیم. من میخوام از مادرم و خانوادم خیلی تشکر کنم بابت همه سالهایی که ازشون دور بودم و اونا همیشه منو حمایت کردن، من گرماشون رو حس میکردم و هیچ وقت نمیدونستم چجوری باید ازشون تشکر کنم. اینجا میخوام واقعا از صمیم قلب ازتون تشکر کنم. من خب فرزند آخر خانوادم و همیشه حامی من بودید، هیچ وقت تنهام نذاشتید. خیلی دوستتون دارم، مرسی که همیشه هستید کنارم. خدا حفظ کنه همتون. بفرمایید. خب من فقط یه جمله میخوام بگم. اکثرا شنیدیم که همیشه گفتن مادر پدرها به بچه‌هاشون افتخار میکنن، ولی من واقعا میخوام بگم به پدر مادرم افتخار میکنن که اونا پدر مادر منن. واقعا به این جریان افتخار میکنم که شما رو دارم. مرسی. خب خیلی هم عالی، خیلی هم قشنگ. بریم برای قرعه کشی. تصورتون اینه که یا میلتون اینه که شما دوتا با هم بیافتین؟ شما دوتا با هم یا نه؟ من میلی ندارم. من میلم اینه که برندشون بریم دیگه. آه برندشون بریم. یکی از این اسامی رو از این تو در بیاریم. البته ما تقلبی کردیم. یه دونه یه دونه از تو خواست بکنم. کیه؟
خانم آزاده معیدی. آزاده معیدی فرد. مونا خواجه کلایی. من بعضی وقتا قشنگ حواسم میره در فرنوش شیخی. فرنوش شیخی و آزاده معیدی فرد با هم افتادن، درسته؟ بله، برنده های این مسابقه و سوسن پرور و مونا خواجه کلایی با هم افتادن. جاتون عوض کنید لطفا. موفق باشید. خانم ما هر کوری میخواین بخونین بخونین، با چشم میشه، هر جوری میخواین روحی همدیگر رو تضعیف بکنید بکنید. این یک مسابقه است، مسابقه نباید توش رحم باشه، باید بجنگید و جلو برید. البته در نهایتی که مهربانی و آرامش در ذات و درون خودتون وجود داره، ولی باید بجنگید. عرض کنم خدمتتون که ایرانسل هدایایی رو تقدیمتون میکنه توسط من. هر کدومتون یک مودم دارین؟ از مودم ها که خیلی پورتابل و راحت هم هست، بلتی میتونه خونه رو میزی هم باشه. کدوم ترجیح میدین؟ پورتابل رو فکرم بهتر باشه. پورتابل بهتر. آره هر جو میخوایی ببرش. آره آره بابا عراک. آره نگران رفت. و هر کدومتون یک سیم کارت با 100 گیگ اینترنت پرسرعت. یعنی اصلا شوف رسمن فقط این کادوه یاد حالا اینا هدیه است. خب آره این کادو یا از کار چی میگم بعد بخونه. آره برنده ها هر کدومشون هم یک عدد کارت هدیه 15 میلیون ریالی میگیرن. یک و نیم میلیون تومان. اشکال نداره با هم تفصیلش. آره اصلا اشکال نداره. باش باید بریم بیاییم. من با یک اینجا یک دوست سلام عرض میکنم. حالتون چطوره؟ آماده این؟ اساشون رو آوردن با خودشون؟ اساتون بیاریم بالا. با اساشون تشریف آوردن و قرارمون الان با هم اینه که بگیم یک دو سه همه با بگیم بریم بیایم، ایشون با اساشون بگن بریم بیایم. آماده؟ آماده؟ شما خودتون بلند بگین یک دو سه بگین. یک دو سه بریم بیایم. محبوب خانم سلام، امیدوارم خیلی خوب و سلامت باشید. این نامه را دادم کریمزاده برای شما بنویسد. چون سواد نکه نداشته باشم ولی خط خوبی ندارم مثل دکترها. اینجا همه به من میگویند حسن دکتر، چون هر کسی دستی پایی ازش در برود یک ثانیه غلام شما جایش میاندازد. امر فرموده بودید با پدرم خدمت برسیم. به جان شما که میخواهم دنیا نباشد، یک سال است که به خوابم نیامده، اگر نه حتما تا به حال خدمت مادرتان رسیده بودیم. محبوب خانم، فقط شما چند روزی مهلت بدهید و تا آن موقع تقاضای من از شما این است که اگر دستی پایی کمری شکست تعارف نکنید، یک ثانیه با موتور خدمت میرسم. دوستدار شما حسن احمد آبادی، معروف به حسن دکتر. خواستم ببینم آیا میشه آدم هایی که ثابت موندن و به یک نقطه خیره شدن رو هم وادار به حرف زدن کرد. برای همین دنبالش میگشتم که چه راهی پیدا بکنم که بتونم این کار رو انجام بدم. چند سال پیش این راه رو پیدا کردم و این نمایشگاهی که الان توی خانه هنرمندان در خدمتون هستیم، چهارمین نمایشگاه به این شیوه است که برگزاری. خب گروه خانم پرور و خانم خواجه کلایی و گروه خانم معیدی فرد و خانم شیخی. خب ابتدا کی میخواد لبخونی کنه؟ من برام فرقی نمی کنه. شما اگر دوست دارین بس بفرمایید.
من برای فرق نمی‌کنه شما اگه دوست دارین. آره ببخشید خیلی عذر می‌خوام اینجوری بشه. آیدام بده. خانم ببینید من یه توضیح بدم. بلد. این قانون برنامه تلویزیونیه که هر بار باید همه چی رو توضیح بدید چون ممکنه یک نفر برای اولین بار داره تماشا می‌کنه. شما اونو می‌ذارین هدفون می‌ذارین رو گوشتون. یک موسیقی با صدای بلند پخش میشه. از توی اینجا یه کاغذی در اختیار خانم معیدی فرد قرار میگیره. ایشون بلند چیزی که این رو نوشته رو میگن که اینا همشون ضرب المثلن. این خوبه، یک دستبندی تو ذهن شما ایجاد میکنه. شما باید لبخونی کنیم. خواهش جدیم اینه هر بار حتی اگر یک کلمش رو فهمیدین ولی هر حد زدین هر چی بگین. آفرین، اینش با مزه میکنه چون ما اصل قضیه رو داریم میشنویم بعد مثلا خطای شما رو. آره آفرین، من دارم موزیکم رو گوش میدم. آره آره اینجوری نشه. لطفا پخش نشده؟ پخش بشی؟ موسیقی؟ نه نشده؟ نشده. میشه علکی بگم شده که بخوام؟ نه دیگه شد. یک از اینا رو انتخاب کن. همین انتخاب کن. کاش که موزیکی بود که دوستش نداشتم. الان مجبورم تمرکزمو بدم بهش. خب آماده؟ یک دقیقه وقت دارین. یک دقیقه. نه نه رو بهشون بلند بگین. منتها نباید خیلی هم همکاری کنین باشون. نمی‌فهمم چی داری میگی. اگه من بعد بفهمم. خیلی هم نباید همکاری کنین باشون. آره. آره. آماده؟ ولی ما بشنویم. 1 2 3 پیاده شو با هم بریم. پیاده شو با هم بریم. همه با هم بریم. پیاده شو با هم بریم. کجا با هم بریم؟ پیاده شو با هم بریم. پیاده شو با هم بریم. فوق‌العاده است. متشکر خوب گفتی. میتونم برش دارم؟ بله بله. میشه تا آخرش گوش کنم؟ نه. چجوری اینقدر خوب لبخونی میکنی؟ من یه عمه دارم که ناشنواست. آها خب توی زبان اشاره شما چرا لبخونی یاد گرفتی؟ خب توی زبان اشاره خیلی ناخودآگاه ما تمام خانواده لبخونی میکنیم. ناخودآگاه یعنی وقتی دارم الان با تو با اشاره دارم حرف میزنم با آهسته لبام و قسمتی از دیداری کل خانواده ما لبخانیه. مثلا من وقتی عینکمو برمیدارم شنوایی میاد پایین. آها چون لبا خوب نمیبینم. آره منم همین وضعیته. من عینکمو برمیدارم نمیشنوم. آره آره واقعا. آره به خدا این خیلی واقعیه. من عینک برمیدارم نمیشنوم. این دیدم ها 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 خب 1 2 3 شما بگی ما بشنویم. یک گوشش دره یک گوشش دروازه. چی؟ یک گوشش چشم یک گوشش دره یک روز اولی درسته. یک گوشش دره یک جوجه یک گوش یک گوش او چرا اینطوری؟ یک گوشش دره خیلی دارم تلاش کامل بگین کامل بگین. یک گوشش دره یک گوشش دروازه. یک گوش دره یک گوش دروازه. آماده؟ 1 2 3 مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. چی آورد؟ مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. داره میگه یه ذره بهتر بگو و ببازی. مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. من تا حالا اینو نشنیده بودم. منم اینو سخت من دیدید آخه. از بچگی تو اردو بود سخت. آماده این؟ بله. 1 2 3
سفره دل باز کردن. سفره دل باز کردن. چی؟ سفره دل باز. سفره دل باز کردن. سفره دل باز کردن. باز کردن. خدایی واسه من از همه سخت‌تر بود خیلی. ولی مراحل بد هست، نگران نباش. تو خوب گفتی، مهم اینه که خوب بگی. عالی بود. این ساده بود. خیلی خیلی ساده. اعتراض دارم ولی دیگه چیز دیگه قرقاتیه دیگه. آره. خب شما از این مرحله امتیاز گرفتین و شما از این مرحله امتیاز نگرفتین. یک هیچ. قبوله. قبوله. بریم بیایم. آماده؟ یک، دو، سه. خانم پرور، شما برای یارتون یعنی خانم خواجه کلایی، من کاغذی رو بهتون میدم که ترکیب چند کلمه است. اکثرا دو کلمه، ولی الان اینی که دست منه سه کلمه است. چون ما خیلی خوششانسیم، ما فهمیدیم توی مسابقه شانس با ماست کاملا و خیلی آره موفق جلو میدیم. ببینید شما اولیش رو بکشید، دومیش رو بازی کنید. آها خیلی ممنونم از پیشنهادتون. خیلی خوب. بله. 80 ثانیه. آماده این؟ یک، دو، سه. ببخشید 5 ثانیه فقط این ماجیکه طول کشید. مرده پدر و بچه هست. پدر و پسر. پدر خودی تو با می بازی. پدر سالمنده. پدر هم جدا. کلمه دوم پدر و پسر. پدر و پسر شجاع. آفرین. کروکودیل کتاب خون درس خون دکتر انجام بدن حسابگر حسابدار کروکودیل مهندس شغل کروکودیل خسته بلند چی؟ نه کروکودیل نویسنده
دانشمند پروفسور باختن چی بود بگی تحصیل کرده یک دو سه آدم قهرمان ورزشکار قهرمان ورزشکار کلمه اول گفتم ورزشکار آها بله ورزشکار طبقه زیر زیرابی ورزشکار شناگر زیرابی قواس نه باشه زیرابی ورزشکار نوع ورزشش مال زیر دریاست یعنی به آب ربطی نداره زیرک شما یک دو سه چیه؟ هشت با اختاپوس خسته اختاپوس تنها اختاپوس افسرده اختاپوس غمگین اختاپوس عاشق سرگردان ناراحت اختاپوس تنها آفرین خب من که تنها رو گفتم من تنها رو گفته بودم اختاپوس تنها خب ما بردیم آره آره خب ولی ما یه دون یه کرکودیلشو گفت دوستم عالی فایده نداره او یک نصفشو نگفت خب نه دیگه اون امتیاز حساب نمیشه که من نصف جمله رو گفتم مستحبه گفتین مستبد دیگه آره شما هر الان همتون اجرا کردین و شما گروه خانم پرور و خواجه کلایی امتیاز کامل گرفتین یعنی دو شما یک امتیاز گرفتین درسته این مرحله رو شما یک امتیازتون رو گرفتین برابر شد یکی آره بخند که خنده ها بخندونه دوباره مثل دومینو میمونه آره بدون دنیا دوست داره بخند به هر مشکلی که پیش میاد که این چیزا ارزش نداره میخندیم دومینویی من و تویی که کنار همین چه خوش میگذره همه میخندیم به هر چیزی مهم نیست خوش مزده است یا خنده داره چه خوبه حال ما با خنده وانه حال من خیلی خوبه رام بود قصه هامو باد برد غمام با خنده هات مرد سخت نگیر غمی نباید خور زندگی رو باید به خوشحالی سپرد میخندیم دومینویی من و تویی که کنار همیم چه خوش میگذره همه میخندیم به هر چیزی مهم نیست خوش مزده است یا خنده داره چه خوبه حال ما با خنده بانه خانم پرور آقای جوان حالتون چطوره؟ خدا رو شکر خدا رو شکر دوستی اینجا هستن گفتن که خودشون عراقی هن. گفتن که شما با لهجه شیرین عراقی نقش یک خانم پیر رو خیلی خوب اجرا میکنی خواهی بسرم خوانا باقی شما گو بنام همینه یه داریم بگین بشنویم والا می برنامه هی که به ما پیشنهاد شد خود کارگردان عراقی نویسنده عراقی یه پیرزنی هم توش بود مخو یاد مادر بزرگ افتادم خدا رحمتش کنه به کارگردانه گفتم ما خواهی چینی صحبت کنم عراقی و اینا گفت میتونی؟ گفتم با مو عراقی باشم و نتونم خودتونستم خدا را 3000 مرتبه هم شد چینی برنامه گل کرد مو یادم رفتم عراق چند وقت بعدش یه خانم یادیدم
با یه بچه دستش بود خانمه، گفت ای خانم پرور این بچه مو اینقدر تونو دوست داره و اینا. بچه همجی راق مونا نگاه میکرد، اصلا معلوم بود مونا اصلا نیده تا حالا. خانمه میگفت یادتی که مامان پریشاه؟ میگو نه 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 هری. گو کیه؟ خود خانمه دوست داشت با ما حرف بزنه چون برنامه مال کودک بود، روش نمیشه دیگه ما دیدم. میگو بچه‌م دیده، ولی خدا رو شکر برنامه خوبی شد و دست درد نکنه یادت بوده و اینجونم زبان عراقی آوردی. ما اعتقاد داریم لهجه نداریم، ما زبان عراقی داریم. نه بابا. بله خیلی ممنونم ازتون. خب خانم پرور و باقی شرکت کننده های محترم، شعرهایی هستن که ما یک مصرعشون رو میشناسیم، اون یکی مصرعش رو نمیشناسیم به احتمال خیلی زیاد، اصولا اینجوری. اون مصرع مصرع معروفی شده، خب اونی که میشناسیمش معروفه. آره دیگه، یک بیتی وجود داره که یک مصرعش خیلی معروف شده، مدام استفاده شده، تبدیل به یک زرد مصرع شده. مایازار موری که دانه کش است، باقیش دیگه معلوم نیست چیه. آره. اینجا اون پخش میشه رو اون تصویر، اون جمله نوشته میشه، اون مصرع رو میبینید. پایینش سه گزینه وجود داره، شما باید حدس بزنین کدوم گزینه مصرع قبل یا بعد این مصرعیه که داریم میبینید. و خواهشم اینه که روشش رو اینجوری برگزار میکنیم، هر مصرع رو بلند بخونید، سومی که خوندین بگیم کدومه بلا فاصله. بله بدون تایم. نهایتا هم 5 ثانیه بعد از خوندن مصرع سوم زمان خواهید داشت برای گفتن. 5 ثانیه تمومشه باختین. آماده این؟ بله. فقط 3 تا گزینه ها رو میخونم، اون مصرع اصلی مصرع که بخونین. آماده؟ 1 2 3 خانه از پای بست ویران است، شیخ به نقش سرای حیران است، خواجه در بند نقش ایوان است، خواجه با عطر گل پریشان است. گزینه دوم. آفره، خدا رحمت کنه مادر بزرگم. اینو چیزایی که از مادر بزرگم. بخونین یه بار. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. متشکرم. سعدی جمعیت سعدی. گروه بعدی. آماده این؟ بله. رو به این ور. 1 2 3 بخونی. شنیده کی بود مانند دیده. بگیم بخونیم یه دور هر سر رو بخونیم. بیندیش آزمای هر دیده، نگیرد به کار عاقل هر رسیده، مکن باور سخنهای شنیده. 3 نکن باور سخنهای شنیده، شنیده کی بود مانند دیده. بله مفتر. 1 2 3 ای که دستت میرسد کاری بکن، زان سبب که از دوست ناید هیچ کار، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار، که نتوان در آورد دست فرداز گل. گل 2 دیگه همه میدونم. خب بفرمایید. از اونجایی که کاملا گروهی داریم این بحث رو جلو میریم، در نتیجه هیچ بازنده‌ای نداره و فکر میکنم باشه نداره دیگه. خیلی خب بفرمایید. حالا تا به دوست من رسید میخواییم بگیم نگم؟ نه میگم کار گروهیه کاملا. آماده؟ 1 2 3 این قافله عم عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد، خوش باش که یک نفس به شب میگذرد، یک دلها دمی که بی طرب میگذرد. کدوم؟ 1 2 3 4 5 1 گفتن 1. خب خودشون گفتن، راست میگن، خیلی عالی بود. اونا میخوام ما ببازیم اینجا یه سری آدم هایی که میخواییم. خانومه نه هیچ، بریم بیایم. هر دو نیم امتیاز گرفتین از این بخش. چرا؟
یکنیم یکنیم. بریم بیان. یک دو سه. بریم بیان. خانم ما مسابقه 20 سوالیه، حدس شغله. یعنی الان این کلاه رو سر شما، شما این شغل رو میبینید. بله. خب میره اینجا، شما 20 تا سوال در طول 80 ثانیه میپرسین و برسید به این که این شغل چیه. به امید خدا. آماده این؟ یک، دو، سه. شغلش آزاده یا دولتیه؟ یعنی میتونه آزاد باشه، میتونه دولتی باشه. شغل به گوش آشناییه؟ خیلی خیلی. یعنی شغلی که هر ماه به خاطرش حقوق میگیری یا اینکه نه؟ بله. رد بالاست یا رد پایین؟ مثلا بالا. مثل پزشک و دکتر و اینا؟ بالا. با از دکتر بالاتر؟ نه. موازات به این، مثلا مهندس، مثلا نه دوره. اینایی که دارم میگم خیلی دوره. نه. چقدر دایره شغل تو ذهنم کمه. از خانواده مهندس و دکتر و اینا نیست؟ هست. بله. مثلا آرشیتک؟ نه. دکتر دندان پزشک؟ آره؟ میتونه باش. میتونه دکتر دندان پزشک. خب دیگه دکتر دندان پزشک دیگه. خب نه. مثلا متخصص دندان و ارتوپد؟ مثلا. مربوط به زیبایی دندونه؟ تموم شد؟ نه. تموم شد. برداری نگاه کنیم. دندان پزشک اطفال. یک دو سه. شغل آزاده؟ نه. یعنی دولتیه. کارمنده؟ بله. کارمند بانکه؟ اصلا به ارگان بانک و اینا ربطی نداره. بیا این ورتر خانم. فقط بله یا نه بگی. آها ببخشید، نمی‌دونستم. کارمند حسابداره؟ نه. نظامیه؟ نه. چه کارمند؟ کارمند بانک نیست. کارمند شهرداریه؟ نه. کارگره؟ کارگر با کارمند فرق؟ آره آره. هیچی نمیتونم راه نمایی کنم. درآمدش خوبه؟ نه. من از همون خانوادم اگر به حرفای قبلیم. معلمه یه درس ریاضی، فیزیک، ادبیات، شیمی، زیست، ورزش. تمام. قسمتی فامیلی منم در اینجا هست. مرسی، تو هم تا تو پیچه بغلی اومدی. معلم پرورشی خانم ها. یک دو سه. شغل آزاده؟ بله. میتونه آزاد باشه. با ابزار خاصی کار میکنه؟ بله با ابزار خاصی. مثل نجار؟ نه. خیاط؟ نه.
کار شبانه روزیه؟ میتونه باش. لباس فرم خاصی داره؟ نه. گفته کارمند نیست. شغل آزاد. تو شهرداریه؟ شهرداری که آزاد است. شغل ویژه‌ایه. خب؟ یعنی مثلا چی؟ مثلا مجری و اینا یا نه؟ نه و آره. میدونی؟ یعنی منظورم از ویژه نویسندگی و اینا که نیست. نه. که کار آشپزی؟ نه. راه نمایی نمیشه بکنه؟ تو تلاسازی و اینا نیست؟ نه نیست. چند تا دیگه سوال دارم؟ پایینی بود؟ چی بود؟ پایینی. زمان هم توش مهم بود. 80 ثانیه یا 20 تا سوال. ببینیم عکاس. یک دو سه. شغل آزاده؟ نه نه نه. تو شاخه هنری قرار میگیره؟ نه. جزو شغلاییه که زیاده ازشون؟ آره. مثل پزشک و مهندس؟ نه کمتر. کمتر فکر کنم. مثل معلم؟ حسابدار؟ نه. مکانیک؟ نه. با مردم سر کار داره؟ فروشنده است؟ نه. نه؟ یعنی و توی جایی کار میکنه که مردم ازش یعنی چیزی میخوان؟ آره. آره؟ آره بیا. آره. مردم ازش چیزی میخوان؟ درآمدش گفتی چطور؟ درآمدش خوبه؟ معمولی. درآمدش معمولیه. بانکدار نیست؟ نه. میتونه نزدیک به بانکدار باشه؟ یه ذره فکر کنم. نه. نه؟ مأمور پست. چیزی که دیگه این روزا اصلا ازش استفاده نمیشه. آره خیلی کم. الان شما دارین با این هزار ساعتی که به ما میدین دیگه اصلا این به هیچ درد ما نمیبینی؟ میبینی. آره. من معذرت. امتیازاتون چجوری شد؟ هیچی. الان برابریم با هم. یکونیم. این قسمت آخریه سرنوشت ساز. شما هم نتونستین حدس بزنی؟ نه هیچ. شما هم نزدی؟ نه خیر. شما هم نه؟ باشه. دست همون یک کنیم امتیاز باقی میمونه. میریم به مرحله آخر. مرحله بعد و هر کی برد برده و بعد یه جوری برگزار کنیم. حتما یکیتون ببریم. خوشم نمیاد مساویشین. نه بابا یعنی چی؟ مساویشین؟ نه نه اصلا. ما برای برد اومدیم حتی اگه ببازیم. یه ذره با چرا ما رو همراه کنید. باشه چشم. یعنی بریم برگردیم چرا؟ نه یه ذره حرف بزنید راجع به چرا. آره یه ذره مونولوگ بگید. واسه دیگه خیلی الان داره به من خوش میذاره و من هم داره خوش میذاره. اینا هم دوست داشتن. داریم مسابقه میدیم. چی ببریم چی ببازیم بردیم. نه؟ چطور؟ من خوش میذاره باشی که خوش میذاره. از نظر اون هر که خوش میذاره عالیه. آره. خانم معیدی فقط چند سال چرا رو دارین؟ آه. یا چرا چند سال شده؟ از 81 چرا متولد شد 13 سال دیگه. ماشاءالله. آره. چند سالی توش وقفه افتاد ولی به هر حال همیشه آلبومش و سیدیاش و اینا بوده. آره. سن سختیه نزدیک بلوغشه و اینا یه ذره اذیتتون میکنه. آره اون بزرگ نمیشه هیچ وقت. آره ولی آره 13 سال شد. آره. خیلی ممنون. پس یه بریم بیاین بگه یک دو سه بگه. چی باید بگه؟ یه ذره حرف بزنه باید بگه آماده این باید بگه یک دو سه بریم بیای. خب خب باشه همه تون آماده باشون بعد از اینکه من گفتم یک دو سه بگیم بریم بیای. باشه یک دو سه بریم بیای. سلام.
رامبد جوان هستم. اینجا خنده باده. سه دو سه ازن میتوید شما بیمونه یا قرار بینمون یادت نره با خنده قیافت با حال سره یکی از نارگیل ترین آدم هایی هستی که تالا باش برخورد هایی کنید دیده ما خیلی باحالیم. حالتون چطوره؟ عالی. ماشاءالله سرحال غبراق باشین. این مرحله به رأی شما به شدت بستگی داره. خب خانم‌ها توجه بکنید، این پاکت ها توی هر کدومشون یه کاغذه که روی هر کاغذ سه کلمه نوشته شده. این کلمات به هم هیچ ربطی میتونن نداشته باشن. شما 15 ثانیه فرصت دارید بعد از باز کردن پاکت و خوندن اون سه کلمه که برای ما هم اعلام میکنین اون سه کلمه چیه، 15 ثانیه وقت دارین بهش فکر کنین و از لحظه که من اعلام میکنم 1 دقیقه یک ماجرای بامزه و احتمالاً پرت و پلا باید با این سه تا کلمه بسازین و تعریف بکنین. آها. تو 1 دقیقه باید برای ما یه ماجرا تعریف یک موضوعی رو باید یه موضوع با این سه تا کلمه بسازین و این سه تا کلمه باید توی این مجموعه به شدت شاخص باشن. خب و تماشاچی رأی خواهد داد که کدومش از همه بامزه تره. بخونین برامون. خندوانه، سوسن پرور، پلنگ صورتی. آماده این؟ 1 دقیقه 1 2 3 چند روز پیش من دعوت شدم برای برنامه خندوانه، خیلی خوشحال شدم و اینا. وقتی علت رو جویا شدم که چرا، گفتن ما سوسن پرور رو دعوت کرده بودیم، چون ایشون نمیتونه بیاد شما جایگزین بیایید و ما شما رو سوسن پرور معرفی میکنیم. منتها تا جایی که میشه باید سعی کنید یک فضای فانی رو ایجاد کنید، فضای شادی رو ایجاد کنید که مردم بتونن با شما ارتباط برقرار کنن. من به این فکر کردم که توی لحظه دو تا موقعیت خوب برای من ایجاد شده. همین که عشق بازیگر شدن داشتم، میتونم جای سوسن پرور عرض اندام کنم و چه بسا جای اونو بگیرم. نکته بعدیش این بود که فکر کردم به اینکه چه چیزایی از همیشه توی دل مردم بوده و خنده براشون گرفته، مثل تام و جری. تام و جری رو میشناسین؟ بله. چیه؟ خب چیه؟ موش و گربه. موش و گربه. فکر کردم باید مثلا یه جوری بتونم مثلا یه چیزای اینجوری رو پیدا کنم. به همین دلیل زنگ زدم به تام. تموم شد وقت؟ بله. من پلنگ صورتی رو نگفتم. 1 دقیقه شد؟ آره. آه چقدر بد. بفرمایید. نفر بعد. قایب، سرسره، دماغ. بله. قصه ما از اینجا شروع میشه که یه آقایی که خیلی خیلی دماغش گنده است، یعنی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنین، یه قایق خیلی بزرگ داره. خب این قایق خیلی بزرگی که داره توش همه وسایل هست. مثلا فکرشو بکنین سرسره هست، الاکلنگ هست، تاپ هست، دیگه همه وسایل اسباب بازی و اینا رو توش داره. این آقای ما که خیلی دماغش بزرگه، عاشق یه دختره میشه که اتفاقا خیلی خیلی دماغش کوچیکه. با قایقش که یه عالمه وسیله اسباب بازی و اینا داره، میره دم ساحل که از این دختره خواهش بکنه که بیاد سوار قایقش بشه که بتونه چی از این سرسره با هم دیگه استفاده بکنن. حالا هیچی، آقای میره اون بالا میشینه، به دختره میگه که از بالای سرسره بره پایین، نگو انقدر بد شانس بوده آقای که از بالای سرسره میخوره زمین، دخترم روش میخوره زمین، میزنه و دماغش میشکنه. حالا این اتفاقه رو داشته باشین، دماغ شکسته، قایق از روی سرسره وسط دریا، از کجا دکتر پیدا کنن خدا میدونه. دختره انقدر عصبانی و ناراحت میشه، میگه اصلا مسئله من با تو این نبوده که تو دماغت گنده است، من مشکلی با این نداشتم که تو دماغت گنده است، ولی من واقعا از اینی که تو انقدر نمیفهمی که وسایل اسباب بازی رو توی یه دونه قایق گذاشتی منو بردی اونور ناراحتم. اینترنت 4G پشمک بوری. نمیرم. 1 2 3 یه روز من خونمون بودم، منتظر این بودم که یه اینترنت 4G داشتم، میخواستم یه سری برنامه دانلود کنم. همون موقع مامانم قوری رو گذاشته بود روی سماور که چای دم بکشه و یکی از دوستامون برامون یه سوغاتی رو برده بود، پشمک، میخواستم که با اون بخورم. بعد اینکه کارم تموم شد
بعد اینکه کارم تموم شد چایی خوردم با پشمک دیگه همین برنامه هم دانلود شد، خوریه گذاشتم سر جاش. والیبال جناب خان کشک. آماده؟ 1 2 3 پارسال یه سری بازی آسیایی بود که توی استادیوم 12,000 نفری برگزار میشد که منم اونجا به عنوان یه بیننده VIP بودم، به عنوان یه بازیکن تیم ملی که یادم جناب خان و آقای رامبد جوان شرکت کردن تو اونجا، خیلی مردم رو شاد کردن و دقیقا فکر میکنم همون بازی و تیم ملی ما باخت و فکر می شرمندم که میگم تیم ملی ما باخت و جناب خان بود که اومده بود تشویق کنه تیم ما رو، تیم ملی والیبال رو، با کلی ذوق اومد ولی واقعا فهمید که اون تیمی که اون بازی رو داشت انجام میداد خیلی بازی خیلی کشکی بود، تیم ایران مقابل برزیل داشت، متاسفانه باختیم ولی خب خیلی خوب بود که کل اون جمعیت خوشحال بودن به خاطر حضور شما و همه لذت برد. آفرین آفرین. اجرای خانم پرور رو رأی بدید با دست بالا بردن. بمیرم براتون اما دارید محبت میکنید. خب اجرای خانم مؤیدی فر رو لطفا. خب شما اکثریت رأی رو آورد. اجرای خانم خواجه کلایی. اجرای خانم شیخی. آفرین. خب قهرمان ها قهرمان ها بهتون تبریک میگم. تبریک میگیم بهتون. خیلی ممنون. بریم بیایم و خداحافظی بکنیم. بریم بیایم. آماده؟ 1 2 اونجا 3 اینجا. در استان زیبای خوزستان هستی، در شهرستان بسول، و اومدی به یک پرورشگاه اسب. رنگ و کویر خالص ایرانیه. آروم آروم بابا نترس. این لیدی الینه دختر زیبا گل و آره سرن کثیره. آروم بابا آروم. هی راحت راحت نفس کار میکنی که نیتر لذیذه دیگه. اصبا عرب همه هزید. این پسرش این پسرش این پسر لیلوس اسمش یاسر خانه. این یه سالش ازازه همونوز برای اصلاحی مناسب نیست. سه سالش که بشه برای از خوبه. آره برای سواری خوبه. برای این چه حجم داره؟ چه حجم زیبای حساب شده داره از نظر آفرینش. آره. این هم خورشیده. اصل کجاییه؟ این ایرانیه. ایرانیه ابو تو از خودمونی خانم خورشید. خورشید خانمه بس برگرد. چه سلامتی داره. چند سالشه؟ یه حدود تقریبا 12-13 سال سنش. این بنت حلیمه است. دختر حلیمه. دختر حلیمه است. آره. بنت حلیمه؟ ای از امارات. این دو سر وارداتیه. دو سر وارداتیه. پدرو؟ پدرو. پدرو. آره. این بنت پدراست. یه چشم نظر من. سلام سلام. این هم دو سر وارداتی از اماراته. بیشتر الان وقت رفتن به مانژه. مانژه یکی از خودش میدادن. و وقت آموزش سوارکار است. سوارکاری، میریم سوارکاری. چه خوبی؟ برای کمان هم کنه استراب داره. پیده؟ این هم باید توی بخواد برای تمخیم. خیلی
خودت برم، برو مراقب آقای بقایی باش. آقای بقایی حالا احوال چطوره؟ عالی عالی، از بهتر ممکن بشی گاهی اوقات. برو بهش بگم چی بره آقا بقایی؟ یورتمه برو. شما نمیخوا خودت بلده چهست میخوش کری؟ آقای بقایی چطوری؟ خوش گذشت آقا؟ خیلی خوب شد، حالا که مدتش کم بود. حالتون چطور؟ حالمون به لطف خدا خوب. خب خدا شد. خیلی خوب، در دسکول چگونه حالتون رو بهتر میکنید؟ والا اینجا که میام انرژی مثبت میگیرم از با وقتی آره ایش که میبینمشو سر حالم خوشحال میشم، دوستشو دارم و اونم از دیدن شما دقیقا خوشحال میشم. وقتی صدامونو هم میشنون شیحه میکشم. خب شما برنامه خندبانه رو ببینید؟ ما برنامه خندبانه والا وقت نکردم ولی دیگه از این به بعد میبینمش. اونا وجود اینا هست کنید جمعه رو ولی از این به بعد میبینم اینا قربی. آره با اسب جدی هستی خندونی؟ نه باید مهربون باشی باش. نه من معلومه شما لبخندتون همیشه هست. آره باید مهربون باشی باش. اگه این نباشه اسبا آره رم میکنن جواب نمیدن. دقیقا همه با مهربانی با مهربانی خیلی میشه کارا. بله بله از محبت کارها گل میشه. باشه خوب آقا خیلی ممنون دست شما درم نکنید. محبت کردید، خوش آمدید. این هم یک پرورشگاه اسب در دسپول. خوش آمدید، خیلی متشکرم. خوش آمدید. خیلی ممنون، خوش آمدید. این هم گلوی خودتون، تقدیم به شما. خانم خیلی متشکرم تشریف آوردین، خیلی لطف کردین و یک شب دیگه خندوانه رو شما ساختین و به مردم هدیه کردید. متشکرم ازتون. خب خانم ها یعنی دو گروه، گروه خانم پرور گروه شکست خورده ها، گروه وجدانانی ها و گروه قانونی ها، گروه خانم پرور و خانم خواجه کلایی و گروه خانم آزاده معیدی فرد و خانم شیخی. شما اول شدین؟ شما از طرف حامی برنامه ایرانسل یک سیم کارت ایرانسل با 100 گیگ اینترنت پرسرعت و واقعا پرسرعت، یعنی امتحان کنین دیوونه کننده است، و یک مودم هدیه میگیرین. شما به غیر از این دو هدیه هر کدومتون هم یک کارت هدیه 1.5 میلیون تومانی هدیه میگیرین. تبریک میگم. خب از اونجا اصلا کلارا من شروع. آره بفرمایید الان برای مردم عزیز ایران اگه نکته‌ای دارین بفرمایید. ما هم به احترام مردم عزیز ایران نیستیم. آرزومندم تمام روزهایی که پیش رو دارین پر از لبخند باشه براتون، و آرزوی دیگه‌ای که برای کل ایران دارم محیط زیست بهتر، زیباتر و محفوظتری داشته باشیم. امیدوارم خنده بر لب بکوشیم برای سلامتی محیط زیستمون که واقعا در خطره. متشکرم. آرزوی اولم شفای همه مریضاست. آرزوی دومم لبخنده که روی لب همه مردم ببینم واقعا. آرزوی بعدیم دعا میکنم که تیم ملی والیبالمون، چه آقایون که الان در آستانه بازی المپیک هستن، چه خودمون که چند ماه دیگه مسابقه داریم، بتونیم یه نتیجه خوب بگیریم که مردم خوشحال کنیم. ان شاء الله. من برای بچه ها دعا میکنم، برای بچه های ایران زمین که میدونم تک تکشون شاید امروز کوچولو باشن ولی فردا هر کدومشون میتونن رامبوت ها و عزیز های دل باشن و اینجا بیستن. دعا میکنم واقعا که بچه های ایران زمین هر کدومشون در هر شغل و در هر موقعیتی که هستن سلامت روانی و سلامت روحی داشته باشن و احساس شادی و خوشبختی رو توی کودکی تجربه کنن. دوستتون دارم.
آرزوی اولم اینه که همه کسایی که امشب تو خونه این برنامه رو میبینن مثل همه آدمایی که اینجا امشب خندیدن بخندن، چون واقعا صداش که لذت بخشه. نمیدونم تو دل آدم ها چه خبره، ولی من واقعا لذت بردم از صدای خنده ها. بعد آرزوی بعدیم واقعا برای والیبال خانومامونه. دوست دارم همینجوری که همه از والیبال آقایون کیف میکنن، یه روزی باشه که برای ما این اتفاق بیفته و امیدوارم که خیلی زود باشه، همین دو ماه آینده برامون دعا کنن. انشالله حتما. خانم خیلی ممنونم، برای همه تون همین آرزوهایی که شما کردید برای مردم، ما هم بهتون برمیگردونیم. انشالله همیشه سلامت و خوشحال و قبراق و موفق باشین، حالتون هم از همه چی خوب بشه. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. مردم عزیز ایران، آرزو میکنم براتون که سالم باشین، کیف کنین، بخندین، پر روزی باشین و در کنار خانوادتون راضی و خوشحال همینجوری کیف کنین بریم جدا و وسط خوشبختی در کنار خانواده. خیلی خوبه، مخلصم، دوستتون دارم و تا به زودی که دوباره هم دیگر ببینیم. فکرم فردا شب دیگه ها مخلصم. اونجا رو به اونجا میگیم شاد باشید، دست راست بالا میگیم شاد باشید. 1 2 3 شاد باشید.